انتخابات مجلس ملی کویت روز پنجشنبه برگزار شد. این انتخابات در حالی برگزار گردید که دوم مرداد 1401 امیر کویت به دلیل عدم همکاری مجلس و دولت کابینه و مجلس را منحل کرد. همکارم مائده خاموش گزارش می دهد. بسم الله و الحمد لله و الصلاة والسلام. انتخابات مجلس ملی کویت ساعت 8 صبح پنجشنبه 7 مهر ماه 1401 به وقت محلی در روزه انتخاباتی آغاز شد و سرنوشت 50 کرسی مجلس ملی این کشور مشخص کردید. این انتخابات ساعت 20 یعنی پس از حدود 12 ساعت پایان یافت و بر اساس گزارش ها نتایج رسمی انتخابات امروز شنبه اعلام شد. در این دوره از انتخابات پارلمانی کویت 795,920 نفر واجد شرایط رای دادن بودند و نامزدهای راه یافته به مجلس برای یک دوره 4 ساله انتخاب شدند. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از مجموع 50 کرسی حدود 28 کرسی به احزاب مخالف، 10 کرسی به جریان‌های صلفا و اخوان المسلمین، 9 کرسی به شیعیان اختصاص یافت. در این میان 2 کرسی هم به زنان رسید. البته نتایج نهایی هنوز اعلام نشده و همچنان با اعداد و ارقام نسبتاً نزدیک به هم ادامه دارد و در حال تغییر است. گفتنی است دوم مرداد ماه 1401 به دلیل عدم همکاری قوه مقننه و مجریه نواف احمد جابر الصباح امیر دولت کویت با صدور یک فرمان کابینه و مجلس کشور را منحل کرده بود. این انتخابات در حالی برگزار شد که بیش از انتخابات قبلی امیدواری ها را به بهبود اوضاع سیاسی این کشور پررنگ کرد. به گمان کارشناسان آنچه انتخابات روز پنجشنبه را از انتخابات قبلی کویت متمایز می کند حضور قابل توجه و شاید تا حدودی گستره جریان های مخالف در این انتخابات بود. لازمه یادآوری است مجلس شورای ملی کویت 23 ژانویه 1963 تأسیس شد و بر اساس قانون اساسی این کشور همه قوانین در کویت باید ابتدا به تصویب مجلس برسد و سپس امیر کویت آن را تایید کند. نمایندگان پارلمان حق دارند علاوه بر رأی عدم اعتماد به هر یک از وزرای پیشنهادی از نخست وزیر و وزرانی سوال کنند. همانطور که در آمار اعلام شده نیز آمده بود از مجموع 50 کرسی مجلس ملی کویت تنها 9 کرسی یعنی کمتر از 20% کرسی ها به شیعیان اختصاص یافته. این در حالی است که آمار حکایت از آن دارد که شیعیان بین 30 تا 35% جمعیت کویت را تشکیل می دهند. این بدان معناست که شیعیان در کویت مورد تبعیض قرار گرفته و از دستیابی به حقوق سیاسی خود به طور عادلانه محروم هستند. مائده خاموش، اخبار شیعه.